فراخوان حزب کمونیست کارگری در مورد تبلیغات فاشیستی علیه مهاجرین افغانستانی. مردم به پا خواسته ایران در روزهای گذشته تبلیغات فاشیستی گسترده‌ای علیه مهاجرین افغانستانی در ایران به راه افتاده است. این حمله کثیف و ضد انسانی به میلیون‌ها مهاجر ستم کشیده افغانستانی از یک طرف و از طرف دیگر حمله ای به انقلاب، منحرف کردن از هان مردم از انقلاب و به جان هم انداختن مردم است. با تمام قوا باید در مقابل آن ایستاد و این توطئه خطرناک و غیر انسانی را در نطفه خفه کرد. نیروهای راسیستی در همه جای دنیا مشکلات نظام غیر انسانی سرمایه‌داری، بیکاری و کمبود مسکن و خشونت‌های ذاتی نظام خود را به گردن خارجیان می‌اندازند و با چاشنی انواع دروغ، تهمت، بزرگنمایی، ارائه آمارهای غیر واقعی، وارون جلوه دادن حقایق، بخشی از جامعه را به جان بخشی دیگر می‌اندازند تا جای پای خود را سفت کنند و دست راستی ترین و ضد مردمی ترین سیاست‌ها را علیه اکثریت مردم زحمتکش به خورد جامعه بدهند. در ایران این راسیسم 100 بار غیر انسانی تر و سیستماتیک تر مستقیماً توسط خود و حکومت اسلامی نمایندگی می شود. این سیاست حکومت در تمام دوران حاکمیتش بوده است. اما حجم وسیع تبلیغاتی که در روزهای اخیر علیه مهاجرین افغانستانی به شیوه عجیب و یکبار شروع شده هدف مشخصی را تعقیب می کند. ضربه زدن به انقلاب، منحرف کردن از هان مردم، برداشتن فشار جامعه از روی حکومت و انداختن جامعه به جان بخش محروم دیگری از جامعه تا انقلاب را خفه کنند و خود را از بحران انقلاب نجات دهند. اتاق فکر رژیم یک بار راه حلی پیدا کرده و دشمن تازه‌ای را به مردم معرفی می کند تا خود را از مخمصه نجات دهد. رسانه ها و مقامات حکومت به دو شکل علیه مهاجرین افغانستانی به نفرت پراکنی مشغول شدند. بخشی از رسانه ها و مقامات در لباس دفاع از افغانستانی ها تحت عنوان برادران مسلمان ظاهر شدند تا علیه مردم به پا خواسته رجزخوانی کنند و افغانستانی ها که به دست دو رژیم اسلامی از همه چیز محروم شدند حامی خود جلوه دهند و بخش دیگری از مقامات و رسانه ها مستقیماً علیه مهاجرین افغانستانی تبلیغ می کنند و با وقاحت محروم ترین بخش جامعه را که شدیداً توسط مفتخوران حاکم استثمار می شوند و از هر حق و حقوقی محرومند به باد حمله گرفته و آنها را مسبب مشکلات جامعه معرفی می کنند. هر دو که به ظاهر سیاستی متفاوت دارند یک هدف واحد را دنبال می کنند. تلاش برای ایجاد نفرت علیه مهاجرین، معرفی یک دشمن غیر واقعی به مردم و از این طریق تلاش برای نجات خود حکومت. ناسیونالیسم ایرانی و مشخصاً طیف سلطنت طلب نیز با خارجی ستیزی و تعصبات ارتجاعی ناسیونالیستی با جمهوری اسلامی همسو شده و ابعاد وسیع تری به این هجوم تبلیغاتی علیه افغانستانی ها دادند. گویی مسبب خرابی جامعه نه حاکمیت 44 ساله حکومت اسلامی بلکه انسان‌هایی هستند که جز تحقیر و استثمار شدید و بی‌حقوقی کامل نصیبی از زندگی نبردند. خوشبختانه بخش وسیعی از جامعه با برخوردی انسانی به مهاجرین افغانستانی اهداف پشت این توطئه را به خوبی می‌شناسند و تلاش وسیعی را برای آگاه کردن عده‌ای از مردم که به دام این تبلیغات افتاده‌اند شروع کرده است. جدالی که تلاش می‌کند تا تبلیغات حکومت و ناسیونالیسم نجات پرست ایرانی را افشا کند و ما متحد کردن مردم محروم و زحمتکش مهاجر و غیر مهاجر صف انقلاب علیه جمهوری اسلامی را متحد و تقویت کند. حزب کمونیست کارگری به مردمی که فریب این تبلیغات را خورده‌اند و در دام حکومت و راسیست‌های ایرانی افتاده‌اند هشدار می‌دهد. حزب
فعالین و تشکل‌های کارگری و مردمی را به ورود هرچه فعال‌تر به این جدال سیاسی و اجتماعی برای خونسا کردن تبلیغات راسیستی و ضربه زدن به انقلاب و همزمان دفاع از حق کار و تحصیل و شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و جلب هرچه بیشتر آنها به صفوف انقلاب فرا می‌خواند. هرچه این صف گسترده‌تر و قدرتمندتر عمل کند، به اتحاد صفوف بخش‌های مختلف مردم، اعم از مهاجر و غیر مهاجر و به تحکیم صفوف انقلاب کمک بیشتری خواهد کرد. جمهوری اسلامی و راسیست‌های ایرانی در این جدال نیز بازنده خواهند بود و جبهه انقلاب متحدتر، آگاه‌تر و مصمم‌تر این حیله‌های اسلامی و ناسیونالیستی را پشت سر خواهد گذاشت و به راه خود برای سرنگونی دشمن همه مردم زحمتکش و ستم دیده ادامه خواهد داد. حزب کمونیست کارگری ایران 11 مهر 1402 3 اکتبر 2023